آنی بود که از میان تمام پرچم‌های جهان پرچم ایران به افتخار قهرمانی به اهتزاز درآمد. سال 1956 ملبورن، اولین مدال المپیک. 1958 توکیو، طلای دیگر برای بازی‌های آسیایی. 1959 تهران، درخشش فوق تصور در کشتی جهانی. 1971 یوکوهاما، فاتح مطلق. 1972 توریدو، اوج قدرت و پیروزی. و پس از آن و پس از آن تخت افتخار و افتخار و افتخار که حاصل آن ده‌ها مدال، جام، گواهینامه و نشانهای پیروزی. و ببر مازندران نام خالق آن شگفتی‌ها. و این است ماجرای اولین بار از میان ملت ایران مدال طلای المپیک رو من گرفتم. من با فن دیگری قهرمانای دنیا رو نزدم، من با فن خودم دارم. یه جوانی از آنسار ساری تو اون جمعیت پرید آمد وسط استادیوم، گفت اینه میگن ببر مازندران. بالاخره ما مال مملکتیم، ما هم دوست داریم، ما هم عرق وطن داریم. کی تونه میتونه باور بکنه که این آقا ستاره دنیا، این آقا بولدوزر دنیا لقب داشت، آقا یک دقیقه و چهار ثانیه این ضربه فنی شد تو مسابقات جهانی، مسابقات رسمی جهانی. یک دقیقه و پنج ثانیه این ضربه شد که دو دنده‌اش هم شکست و تصویرش رو می‌بینید. شما ببینید اینها، اینا چیه؟ کی کرده تا الان؟ یه پهلوان پیدا کن بیاد قهرمان دنیا، قهرمان ستاره رو ضربه کنه. یه دونه. دیگر هیچ کس را یارای مقاومت در برابر او نیست. حبیب محبوب می‌شود. مدال‌های طلایی که ملاحظه می‌کنید، دونه دونه همه اینایی که می‌بینید، اینا مدال‌های طلا هست، نشان‌ها هست، بازو بند هست، بچه می‌دونم کشورهای خارج هست. همینطوری که می‌بینید اینا کادوهایی است که از گوشه و کنار مملکت و خارج از کشور. تاکنون از احدی از من مصاحبه این گونه نکردن، سوال نکردن، ولی دارم بهتون میگم اولین باره دارم گفتگو میکنم. من امام علی حبیبی هستم. در سال 1310 در یکی از دهات بابل به نام درجکلا متولد شدم. از خانواده کشاورز و پدر من هم در سن 5 سالگی بودم که منو به مکتب عربی فرستاد. تو اون مکتب عربی خانومی بود به نام ننه بیگم، این معلم ما بود. لباسش عوض میکرد، با ما تمرین میکرد. ما بچه ها سن سالی بودیم که ایشون راحت با ما تمرین میکردن. فنون سرتیکی رو که ما امروز میبینید اینا رو همه من خودم اختراع کردم، اما او به ما فنی که یاد داد، یکی سرزیر بغل بود، یکی فن کمر بود، یکی هم موش دو پا. این فنونی بود که ملتلا ملباجی ما به ما یاد داد. همشیره ای داشتم که ایشون در شاهی اون روز به قائم شهر امروز شوهر کردن. من چون علاقه وافری به خواهرم داشتم، دوست داشتم که در خدمت خواهرم باشم و از اونجا آمدیم به شاهی اون روز و قائم شهر امروز. جاده نبود، ما از اون طرف چاکلا، جاده تازه تأسیسی که زمان رضا شاه بود که جاده تأسیس شد، ما پیاده به اتفاق مادرمون صبح نماز رو در بابل، در جکلای بابل خوندیم. البته راه افتادیم، ساعت اذان الله اکبر رسیدیم به قائم شهر امروز. رسیدیم منزل خواهرمون، همانا موندیم. وقتی که آمدن تا
تو این شهر و یواش 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 گفتم میدونی چه الان واقع سربازی است، داوطلبانه رفتم خدمت نظام سربازی. وقتی نظام سربازی رفتم دو ماه مونده بود خدمت ما تمام بشه، یه مسابقه آستانی گذاشتن در ساری، تیپ مستقل گرگان هم یه تیم داد. بوده اینجا مثلا اعلام کردن که کی کشتی بلده کشتی بگیره. ما از صف آمدیم بیرون. گفتیم من هستم. یکی هم آقای علی اکبر کیا میگیم. چند تا دوستان ما سرباز بودن آمدن. یه تیم تشکیل دادیم. آمدیم ساری من تو وزن پنجم بودم. منو گذاشتن وزن هفتم. سنگ ریختن تو جیب من. آوردن من تو وزن هفتم. تو وزن هفتم همه رو ما زدیم شدیم اول. زخ کردیم دیگه، خوشحال شدیم و بعد آمدیم در 12 کیلومتری گرگان ما رو آوردن. از اونجا با موزیک سربازخونه ما رو بردن تو سربازخونه. بعد از دو ماه هم خدمت ما تمام شد و فرمانده تیپ هم ما تشویق کرد و در 12 روز مرخصی به ما داد. خلاصه مطلب میخوام سخن رو کوتاه کنم، آمدیم مجدداً شهر ما امشهر. یه روزی همچین هوسی رفتیم تو باشگاه تمرین کنیم. بعد این تمرین کنیم، مدیر باشگاه شخصی بود، او اصلا اولین بار من دیده بود. گفت کشتی بلدی؟ گفتم شما امتحان کنید، کاری نداری. گفت نه، لباس دو بنده شلوار داری؟ گفتم نه. گفت خیلی خوب، من با همون شلوار لوچو که لباس لوچو باشه کشیدیم و رفتم وسط توشک. 5 نفر رو اون شب بنده از نفس انداختن. اینا من پیدا کردم، گفتم عجب چیزی است و فلان اینا. و در این موقع به من گفت شما هر روز نه یک روز زمین به تمرین باش. ما تمرین از اینجا شروع کردیم. مسابقات جهانی که شما ملاحظه میکنید اینا همه از بخشای جهانی است. نگاه کنید اون روسه کمر دست کمر زد چپ چپ نگاه میکنه. خب شکست خوردی، یک دقیقه ضربه شد اینجوری به من نگاه میکنه. چیکار کنیم؟ کشتی دیگه، یا باید بزنی یا باید بخوری. اینم که آقای بالوازده که میگه اینهاش اینجاست که دندش میشکنه. خوب دقت کنید، شما وارد در کشتی هستید. خب این کشتی چگونه؟ دو تا پاش هست، این پای منه، اینم دست منه. خب من چجوری این دست دیگر رو اینجوری کردم؟ اینو گذاشتم این تو. ببینید اینجا آیا قهرمان دونه ستاره دونه اینجوری اسیر میشه؟ اینا فنه. اسم این فدراسیون بین المللی گذاشته فن حبیبی. تیمی از فولاد، باشگاه فولاد تهران به سرگردگی آقای رضیخانی و مربیگری آقای استاد بلور، اینا آمدن در قائم شهر و اون شب کشتیگیران مازندران جمع شدن که مثل یه تیم تشکیل، همه خوردن زمین. نوبت من رسید، چون قیافم طوری بود که اینا من نمی‌شناختن که درون چی دارم. بالاخره کشتی شروع شد. ما کاری کردیم که ظرف 3 دقیقه این آقا 10 بار از ما خود زمین ها حالا نگرفتن. داورا اون روز خب مال تهران بودن و اینا. این دفعه زدم رو سینهش نشست. این آقا مریض میشه و نصفه های شب اینو میبرن تهران. 3 دقیقه با من سرازیر شد این ور اون ور. از اونجا ما رو بردن در تهران در سال 1132 مسابقات پهلوانی پایتخت بود. خب همه قهرمان ها و شهرستان ها همه آمدن در تهران دارالفنون خیابان ناصر خسرو. اونجا این مسابقه انجام شد. خب الحمدلله ما حالا اس نمیبرم چون خیلی ها دستشون کوتاست، مردن رفتن، خدا رحمتشون کنه. شوروردی 113 کیلو وزنش بود، از من 15 ثانیه ضربه شد. 15 ثانیه. خب همیشه گروه بار لاتو لاتو هستن دیگه. یه دل لاتو اون موقع
دوله مصدق بود و آدم میکشتن جانشون. خیلی وضع بد بود. خلاصه میگفتیم نکنه ما رو نفله بکنن اینا، هر کس جان خودش دوست داره. یه افسری خدا رسون به نام سربرد سعیدی با دو تا سرباز مسلح آمدن، دیدن که این همچه قصدی هست، گفتن هر کس با این طرفه با من طرفه، چون من مازندرانی اونم مازندرانی، خدا رسون دیگه. در حال ما از اینجا ما رو برداشت تو ماشین انداخت و سرگرد ما رو برد تو خونش. گفت آقا از همینجا برو. گفتم نه، من باید اینجا فردا کشتی بگیرم. گفت آقا خطرناک. گفتم باشه. خطر چی چیه؟ نه مرد باش. پس بهش گفتم جام سرگرد، ما تاریخ رو مملکت رو خوندیم، این مملکت همیشه مردان سلحشور و مردان بزرگ و مردان وطن پرستی داشت، انسان نمی ترسه، منم از اونا اصلا باک ندارم. خلاصه ما موندیم و تو خونش و فردا رفتیم و تو مسابقه هم شرکت کردیم. آمدن همه دیگه رؤسای اون موقع آمده بودن، آقای شمیرانی اصفهان رو برای من انتخاب کردن، همونی که من زدم این بار دوم. این یه سرزیر بغل کردیم و آوردیم رو سرمون، رو به یاد همون معلممون ننه بیگم اینو آوردیم سرمون رو کندودیم و روی مدعوین و فلان اینها زدیم زمین. البته بزرگان زیاد بودن، زدیم زمین و خلاصه اونجا دیگه ما یه بازوبندی به ما دادند و مدالی دادند و تشویق کردن، ما دیگه نموندیم، سرازیر شدیم، آمدیم مازندران. تا 1935 مسابقات انتخابی تیم ملی ایران جهت شرکت در مسابقات المپیک 1956 در ملبورن در تهران انجام شد. این بی انصافا چون من خواستن رد بکنن، رئیس سازمان تربیت و دین اون وقت اسمش نمیبرم، خواستن که اون طرفی که میخواد به اصطلاح اول بشه کیه، اون آقای مهندس توفیق جهانبخت. مهندس توفیق جهانبخت سال گذشته قهرمان اول جهان شد، نه المپیک. این تقریب من بود. یه بار من اینو زدم، باز دوباره آن آوردن. بالاخره ما جلوی مدعوین این آخرین کشتی رو بهش گرفتم، 1:30 ضربش کردم. بالا ما رو خواستن. آقای عزت‌پناه که نخواست من برم، همین رئیس سازمان تربیت و دین یه حوله پالتویی گذاشت و کل من، منو برد بالا. منو برد بالا و در هر حال شاه برگشت گفته که آقا شما با این دستهای بلندت باید تو دنیا اول بشی. گفتم قربان اگه اعزام بکنن 100% اول میشن. تا گفتم چرا؟ گفتم برای اینکه قربان مازندرانی هستم. گفت کجای مازندران؟ 3-4% با آلاش فاصله داریم. تا اینو گفتم نگاه کرد به عزت‌پناه، گفت ایشون مگه مسابقه انتخابی نبود؟ گفت چرا؟ گفت پچرا ایشون چی میگن؟ گفت ایشون خلاف به عرضتون میرسونن. من گفت آقا من مازندرانی و اهل روستا و عرشبت که خلاف بلد نیستم اصلا. ما رو انتخاب کردن. Each athlete becomes overnight a VIP. Special buses with police escort convey them to the largest international youth hostel in the world, the Olympic Village at Heidelberg. من در فینال افتادم با بستایوف، حریف روسی، تبدار، با بدن تبدار رفتم وسط توشک. این آقای بستایوف با رقص آمد روی توشک، چون دید من مریضم. داور وسط مال ترکیه بود، همه نشونی‌ها رو میگم. این داور وسط تا رسید ما رو بازدید بکنه گفت، به ترکی گفت خلقلی کیفی این احوالو مجسن. من بهش گفتم چاق یخشیم. تا گفتم چاق یخشیم خوشحال شد، چون این شخصی که من میخوام کشتی بگیرم باش، هری همین آقا ترکه رو طوری زد، ترکه رو بیچاره بلند کردن توشک بودن بیرون. حالا ما رفتم وقتی سوت زد من ظرف 1:30 آقای بستایوف قهرمان اول جهان پیشین رو ضربه کردم با تن تبدار. رفتیم و آقای نبی سلوری خدا رحمت کنه ما رو بود زیر دوش و ما رو شستشو کرد و لباس اون پیر ورزش ایران رو تن من کردن و من رو بردن بالای سکو و سرود زدن و پرچم رفت بالا. و اولین بار از میان ملت ایران مدال طلای المپیک رو من گرفتم.
بعد از من خدا بیامرز مرحوم تختی گرفت، خدا رحمتش کنه. آقای یعقوبی هم دوم شد، خجسته‌پور هم، البته خجسته‌پور وزن اول دوم شد، یعقوبی وزن دوم دوم شد دیگه، بقیه همه بچه‌ها باختن. تیم ما هم در دنیا دوم شد اون موقع در سال 35. ماجرا در ملبورن اینجوری گذشت، افتادم پایین، آمدم پایین، منو بردم بیمارستان، یک ماه تمام در بیمارستان خوابیدم. اون بیمارستانم شخصی بود، پروفسوری بود به نام پروفسور وایب، دختری داشت که او هم داشت دوره آنتن میدید که دکتراش رو بگیره همون بیمارستان. اون دوره که دختره رو آورد گروش بالا سرم. این یک ماهی این دختر هم مادرم بود، هم خواهرم بود، هم نمزدم بود، هم رفیقم بود، چی بگم اسمشو. این یک ماهی تمام ما رو پذیرایی کرد. بعد که خب ما حرکت کردیم داشتیم میام دیگه، ما مرخص شدیم. آقای دکتر زاهدی هم به امر البته سران مملکت ایشونو گذاشتن بالا سرم بود. دکتر زاهدی مترجم من بود. ضمناً یک کتابی هم فراهم کردن فارسی به انگلیسی، با هم دیگه حرف میزدیم. آمدیم خداحافظی بکنیم، طرف شروع کرد گریه کردن. ها اینا علاقمندن، محبت دارن. آمدیم تا رسیدیم به سیدنی. سیدنی هواپیما گفتن سرویس ندارد و نمیدونم، ما باید هواپیما دیگری سوار بشیم. هواپیما دیگری سوار شدیم، ما را آوردن در پاکستان، پایتخت پاکستان اون موقع کراچی بود. آوردن ما در کراچی. ما کراچی ماندیم، بازم هواپیما عوض شد، ما موندیم. یک هفته تمام موندیم. آقای باتمانگلیش اون موقع سفیر ایران در کراچی بود، در پاکستان بود. ایشون بالاخره عده رؤسا رو جمع کردن، یه ماه مهمانی بزرگی دادن. در اون مهمانی هم این آقای رئیس جمهور بود، خلاصه کلاهی گذاشت سر ما که شما ملاحظه میکنید. خلاصه ما اونجا موندیم. بعد دیدن که هواپیما خبری نیست، دستور دادن تهران که هواپیما دربست پردیشون بیارن. آمدن در اونجا ما رو دربست آوردن تهران. آلا ملت، مردم چه ریختن دیران، فرودگاه و خیابون ها و ما رو گردوندن. یک هفته در تهران ما رو نگه داشتن تا اینکه دوباره ما رو بردن پیش شاه. آقای رئیس سازمان تربیت بدنی هم همراه من بود. وقتی که رفتیم ایشون نگاهی به من کرد، گفتم قربان اجازه میفرمایید که بنده مدال طلایی که به شما قول دادم تقدیم حضورتون بکنم. ایشون همین موقعی که من مدال طلا رو دادم برگشت به گفت که افراد صادق خیلی کمن. گفتم خلاصه قربان، اون روز که عرض کردم ما علی خلاف نیستیم، گفتم مدال طلا رو میگیرم خدمتتون تقدیم میکنم، یا جسم من از دست من بره، یعنی من نشه منو بیارن. گفت من قهرمانی این چنین با این صراحت ندیدم که بگه من اول میشم و میشه. اونم که مرحوم تختی رو میبینید که داره اونجا اون گوشه گرفته داره میبوسمش، مرحوم تختی عزیز ما اونجا زنا. در یه مسابقه ای اتفاقا در خود سالون سرپوشیده لنین در موسکو، آره اونجا کشتی با آلبول باخته بود، داشت ناراحت بودم، بغلش کردم، بوسیدم، دلداری بهش دادم، گفتم رفیق کشتی برده باخت داریم. بعد شد و شد و گفتم همینجا اینه میبری، باز دوباره این میاد. رفتیم خارکوف و از خارکوف رفتیم لنینگراد و ولگاگراد و کیف و سوچی و اینجا همه جا گشتیم. در خود ولگاگراد آقای تختی با اونو دوباره برد، دیدی حالا بغلش کردم بوسیدم، اونجا ناراحت بود. بعد بالاخره آلبول بود دیگه، آلبول برد. مرحوم غلامرضا تختی سنگین وزن ما بود در کشتی، در وزن هفتم. قهرمانی بود که همه فرم قهرمان بود، یعنی تختی نمازش قطع نمی‌شد، تختی ارادتش عبادتش به خدا قطع نمی‌شد، تختی بسیار نجیب به افتاده بود. اینها دو نفر بودن، یکی عباس زندی بود که با تختی تمرین می‌کردن با هم دیگه،
بعضی از موقع‌ها حتی زندی اونو می‌برد ولی جای خودش میداد به تختی که تختی شرکت کنه. دو تا با هم بودن. غلامرضای تختی در زندگی فوق العاده برای مملکت ما زحمت کشید، در کشتی کار کرد. این داش تختی با بالاخره رفیق من بود، عزیز من بود، برادر من بود. اینقدر این انسانیت، اینقدر این انسانیت، اینقدر این انسانیت و چیچک از این پهلوانی جز پوریای منی. جز پوریای منی. شاهنشاه بازوبند پهلوانی را به بازوی تختی پهلوان کشور بستند و به وفادار و نوری هر یک مدال طلا و نقره اهدا فرمودند. بعد از مسابقات المپیک، مسابقات المپیک آسیا در ژاپن انجام گرفت. سومین دوره مسابقات ورزشی آسیایی در بعد از ظهر روز شنبه سوم خرداد در ورزشگاه عظیم ملی توکیو در پیشگاه شاهنشاه ایران و امپراتور و ملکه ژاپن با حضور والاحضرت شاهپور غلامرضا پهلوی ریاست کمیته المپیک ایران آغاز گشت. تیم ایران با شرکت 120 نفر از قهرمانان نیرومند و سرپرستان رشته‌های مختلف رژه می‌دوند. اونجا هم اول آسیا شدم المپیک. بعد میرسیم به مسابقات جهانی در تهران. اونجایی که شما میبینید که میگن هی ببر مازندران، ببر مازندران، وقتی مسابقات جهانی در تهران انجام گرفت و قهرمان دنیا بالاوادزه اهل شوروی که ستاره دنیا لقب گرفت، ایشون رو وقتی 1:30 ضربه فنی کردم، همچنین اون اوغان که بولدوزر دنیا لقب دارد او رو هم 1:04 ضربه فنی کردم. یه جوانی از ساری تو اون جمعیت پرید آمد وسط استادیوم، گفت اینه میگن ببر مازندران، این ببر از اونجا این بچه ها ما گذاشتن. بعد رفتیم یوکوهامای ژاپن. در یوکوهامای ژاپن هم من اونجا ستاره شناخته شدم. تمام قهرمانای دنیایی که مدالدار بودن همه از من ضربه شدن. من در المپیک روم پای راست من من نمیدونم شما اسمش چی میگین وقتی موقعی پا میگیره حرکت نمیکنه، ما بهش میگیم قلنچ. وقتی پایمون قلنچ کرد دراز کشیدم، شما خیال میکنن که حریف مرا ضربه کرده. من همه رو زدم، افتادم با حریف امریکایی به نام بولوباخ. وقتی دراز کشیدم، خب معلومه دیگه نتونستم حرکت کنم. داورم دستشو نگرفت بلند کرد. ما شدیم چهارم المپیک. En route to his gold medal, he defeated an Iranian champion who had never been beaten. Doug went on to coach the US team at the World Championships in 1971. از اونجا راهی تولیدو امریکا شدیم سال بعدش. رفتم سراغ اون کسی که اینو میبرد. و اینه برده بود، تمرین گوشه کنار، اونو 2 دقیقه ضربه کردم. بنابراین پنجمین مدال طلا رو گرفتم و آمدم و وایستادم همونجا روی توشک، رو به قبله، گفتم کدوم طرف رو به قبله وایستادم و توشک رو بوسیدم و خداویزی کردم. هرچی به من گفتم، گفتم امکان نداره. من اون قهرمانی نیستم که شکست بخورم برم بیرون.
با مدال طلا آمدم و مدال طلا باید برم. چیزی که در دنیا همونجا برای من اتفاق افتاده بود این بود که من وقتی رفتم بالای سکوی قهرمانی دیدم به جای سرود کشور ایران رو سرود کشور عراق رو گذاشتن. من از بالای سکو پریدم آمدم پایین. البته هست این فیلم ها همه هست همه میدونن. بعد گفتن آقا چیه چی نیست اینا فهمیدم آقا این سرود ما نیست. بعد بلور تعجب کرد درسته این سرود ما نیست. اینا چیکار کردن؟ از واشنگتن تماس گرفتن مرکز به صلاح امریکا. اونجا از سفارت ایران خواستن سرود ایران رو اونا گذاشتن به وسیله تلفن پخش کردن که من رفتم بالای سکو. که اون وقت این برای من خیلی خاطره انگیزه. چون اون موقعی که آدم بالای سکو وای میسه گوش به سرود میده باید خیلی توجه کنه. ملت ایران دارای یک پرچم و دارای یک سروده. بنابراین اونجا دیگه دوباره سرود گذاشتن و ما البته خاطر جمع شدیم اومدیم پایین. این شد ماجرای کشتی من در اونجا. از اونجا که اومدیم دیگه من مسابقات جهانی اینا شرکت نکردم. نکردم که همون به خاطر اینکه من 5 تا مدال طلا خواستم گرفتم. آ کی رو بزنم؟ شرکت کنم برای کی؟ کدوم قهرمان اومده که بگه من نزدم؟ یه نفر پیدا کنید که تو وزن من باشه من نزده باشه. بنابراین من دیگه دیدم توی این کره خاکی همه رو زدم. خداحافظی کردم و آمدم سربازی کشاورزی و مشغول کار کشاورزی شدم. سربار جامعه و سربار تربیت بدنی و نمیدونم وزارت ورزش هم نشدم. چندی نگذشت دیدم بابولیا را افتادم. بابولیا را افتادم و گفتم میدونی چه نماینده ما باشه در مجلس شورای ملی اون موقع. ارشد دوزو سرکه مردم بابول یه نماینده داشتن. طرف هم باز دوباره آمده اسم نوشته که انتخاب بشه و فلاینا. خواه ازش راضی نبودن. ازش راضی نبودن. فکر کردن کی رو باید بیاریم کی نباید بیاریم. رؤسای شهر بابول که اون موقع انجمن شهر بود. الان شده شورای شهر. انجمن شهر به صلاح انجمنی آمدن سراغ ما در منزل ما تهران آمدن. ما رو خواستن. خواه شما باید نماینده ما بشید. ما بلد نیست این نمایندگی چه فرمیه چه جوریه اینا بود. بعد پرسیدیم خلاصه نماینده کارش چیه؟ قانون گذاری هست. اما در امور اجرایی حق دخالت نداره. فقط میتونه نظارت کنه. ما هم سخت نظارت کردیم. بعد دیدیم نه خیر نمیشه. حق مجری هم شدیم. گفتیم ولش کن دیگه. ما میخوام برای مردم خدمت کنیم. شد هر بلایی به سر ما خواهم بیارن. ما هدفمون خدمته. این جاده که آمدید عمل کرده ماست. اون جاده هم که برای میگم عمل کرده ماست. نمیدونم مرکز مخابرات مازندران در بابول عمل کرده ماست و چند تا از خیابان ها رو آسفالت کردیم با شهرداری همکاری کردیم که خدمات ما صورت دادیم. الان یادم نیست من چه کارهایی کردم ولی خدمات خدمتی انجام دادم که هنوز تو ورد زبان ها هست و سری خدماتی که انجام دادیم 120 هزار تومان زیر بار قرض رفتم. 120 هزار تومان روغن بود کیلو یک قرون. حالا ببینید 120 هزار تومان اون موقع روغن کره روغن بود کیلو یک ریال چقدر میشه؟ نوبهار آمد و شد باز دل من بیرونه گل پونه ننا پونه سر زدن سر به کمر لاله و گل گونه گونه گل گونه ننا گونه. من رفتم خدمت آقای استاد بلور. گفتم آقای بلور ما رفتیم زدیم و نماینده مجلس رو قبول کردیم و این کارا رو من کردم برای مردم جاده سازی و نمیدونم پل سازی و این کارا بالاخره گردنم قرض افتاد. چیکار کنم چیکار نکنم؟ گفتم ببینیم فیلم بازی میکنیم. پیشنهاد استاد بلور بود. ما فیلم ببر مازندران رو بازی کردیم. الحمدلله گرفت. کشتیگیر موفق باید سه اصل مهم و دارا باشه: ایمان، جرأت و فکر. آقایون بس دیگه استراحت کنین. خب حاضری؟ بله استاد. لخ شو.
این حبیب خیلی با دل و جرأته. سرعت عجیبی هم داره. گفتم فیلم که ما بلد نیستیم فیلم بازی کنیم. نه بلدیت نمیخواد. همون کشتی شلوار کشتی دو بندری که میپوشی میری وسط دوشک شروع میکنی به جنگ، اون همونه. جامونا این فانتازی چی داره؟ میساقی کسی است که بیمارستان میساقی در تهران ساخت که هنوز دارن استفاده میکنن. آقای میساقی یه جلسه گذاشت و نشستیم راجع به فیلم صحبت کردیم. فیلمی که ما می‌خواستیم بازی بکنیم به خاطر اینکه ما بدیها بودیم زندان نریم، فیلمی رو گذاشته بودن اسمش که جوان مردان هرگز نمی‌میرن. گفتم نه، شما به خاطر من، چون من معروف به ببر مازندرانم، اسمم بذاریم ببر مازندران. قبول کردن و این فیلم ببر مازندران گذاشتن. شونه رو باید ماسک کرد. برای اون تو احتیاج به تمرین بیشتری داری. اجازه میدین آسا؟ بفرما. چطوری حبیب، خسته که نیستی؟ خوبی؟ بله. بشینین بچه ها، بشینین. کرمی حبیب، باری کرم. باری کرم حبیب. باید فیلم دوم آمد رو کار، جوان مردی در جنگل، اونم گرد. هاشم نزنن، بعد اون رو تحویل شاندارمری بدید. توفان آمده من، بیا پایین. نشید، گل راخ. گل راخ نشید. یکی هم بازی کنیم به نام جهنم سفید. ببینم، صاحب این قهوه خونه تویی؟ مثل اینکه آقا گوشاش کره. آهای، با تو هم، گفتم صاحب این قهوه خونه تویی؟ اشتباهی اومدیم قربان، اینجا قهوه خونه نیست. اما هرچی هست صاحبش منم. فرمایشی دارید؟ میخواستیم اینجا رو واسه یه شب اجاره کنیم. اینجا هنوز واسه مسافر آماده نیست آقایون. یه خورده کاریایی داره که باید انجامش داد. نه با طور بزه، نه آبش، نه آشپزخونش. چند روز دیگه با امید خدا افتتاحش میکنم. خلاصه داداش تا اینجا روبرا نشه و یه سر و سامونی نگیره نمیتونم کسی رو را بدم. معذرت میخوام. خب این که کاری نداره. خود ما واسهش افتتاح میکنیم. بچه‌ها ماشین رو بزنین کنار. جا از اینجا دنشتر گیرمون نمیاد. در بس در اختیارمون. بی خود وقتتون رو تلف نکنین. یه دفعه بهتون گفتم اینجا برای مسافر آماده نیست. شوخی هم نمی کنم. از غذا ما هم شوخی نمی کنیم. بس خلاصه کلامه دینه که نمیشه ها؟ عرض کردم بله. آقا عرض کرد بله. یه چی دیگر بازی کردیم به نام آدم و حوا. بالاخره نگفتی اسم چیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ بلند شو بریم خونه ما. بلند شو بریم. کجا؟ مگه دیوونه شدی دختر؟ چرا فرار میکنی؟ من که با تو کاری ندارم. اگه میخواستم اذیتت کنم که از دست اونا نجاتت نمیدادم. همه تون حیوانین. من از هرچی مرد بیزارم. دلم میخواد با دندونام تیکه تیکشون کنم. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا منو گاز نگیر. بیا، بیا بشین غذاتو بخور. ما که به تو بدی نکردیم. بشین. ببینم اون از سواره با تو بده؟ به من نظر داری. هر بلایی که تونسته سر من آورده که خودمو تسلیمش کنم. اسمش چیه؟ عزازیل. مردم اسم شیطون روش گذاشتن. تو یه زن تنها و بی کسی هستی. همه جام از اینطور آدمای شیطون صفت پیدا میشن. از امروز از من جدا نشو. نمیذارم هیچ کس اذیتت بکنه. تو هم یه گرگی مثل اونای دیگه. آخ. خیلی خوب، حالا که اینطوره هر گوری دلت میخواد برو. من تصمیم داشتم با تو عروسی کنم.
حالا که نمیخوای برو تا گیر همون عزازیل بیفتی. برو به جهنم. ولی به صلاحت که بیای. اگه با من بیای عقدت میکنم. اون وقت زن من میشی. یا بریم تو بهشتی که من ساختم راحت زندگی کن، شوهر داشته باش. یا صاحب خونه و زندگی شو. صبر کن. این فیلمو من گرفت و خلاصه بدهی داده شد. ما دیگه خداویسی کردیم. هر چی اومدن دنبال من گفتم نه. خود فردین خدا بیامرزم خیلی گفتم داداش ما دیگه فیلم باز نیست. اینجا آمدیم من بدهیم و بدم. من دیگه فیلم بازی بلد نیستم. دیگه نرفتم. اما از حکایت راجب فردین از من سوال کردیم. آقای فردین قبلا کشتیگیر بود. قهرمان جهانم شده بود. تو وزن پنجم که وقت من آمدم با من تمرین کرد. گفت من با این دیوانه زنجیری چیکار کنم و خداویزی کرد که من میخوام برم تو هنر. اما خودش کم میدونه که ما اونا از روز بونه درش آوردیم بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه. متاسفانه کشتی امروز نه در ایران بلکه تو دنیا کشتی عوض شد. حالا شده هول‌هولکی. یعنی زمانی که ما کشتی می‌گرفتیم اگه یک کشتیگیری با هول می‌داد پوان بعد به اون کسی می‌دادن که هول می‌ده. پوان کسی هم به کسی می‌دادن که حریف وسط توشک داره کار می‌کنه خودش بره بیرون. خودش بره بیرون. یه موقع از که طرف هولش می‌ده یکی بعد خودش پوان بعد می‌گیره. سه تا پوان بعد می‌آد بیرون. کشتی بود 12 دقیقه. ما 12 دقیقه کشتی میگرفتیم ولی آمد فدراسیون بین‌المللی نشست اعلام کرد که با سرعتی که امام علی حبیبی پیاده کرد 12 دقیقه دیگه زیاده. با من مصاحبه کردن تلفنی من جواب دادم که آقا کشتی باید بشی 2 تا 2 دقیقه 4 دقیقه 1 دقیقه استراحت. این من پیشنهاد دادم. حالا نمیدونم به نظر شما الان کشتی رو میپسندی؟ اگه نمیپسندی فنون ند فن ندارن. من از مربیان تقاضا میکنم یک کلاسی تشکیل بدن هر قهرمانی که دارای فن هست. مثلا عبدالله موحد هنوز زنده است. بنده امام علی حبیبی شگر ما در اختیارشون میذاریم که آقا شما چگونه این فن رو اختراع کردید؟ چگونه پیام ما این فن رو مجانا در اختیارتون میذاریم؟ بالاخره ما مال مملکتیم، ما هم دوست داریم، ما هم عرق وطن داریم. الان آقای خادم که رئیس فدراسیون کشتی است، اتفاقا من بهش خیلی امیدوارم. فوق العاده اینی میگن رئیس فدراسیون. چرا؟ هم کشتیگیره، هم قهرمانه. همین که آدم سالمیه، هم آدم با تقوا است. من در 20 سال پیش این بچه رو شناختم. خیلی آدم خوبیه. حالا این من معتقدم امثال اینها باید بشن رئیس فدراسیون. وزیر ورزش، بودجه سازمان تربیت بدنی و ورزش باید در سراسر کشور اختصاص داده شود. چرا؟ برای اینکه بودجه مال ملت ایرانه. ما باید جوان ورزی رو داشته باشیم، با ایمان داشته باشیم، مملکت رو دوست داشته باشن، برای این مملکت کار کنن. اینه که من اعتقادم بر اینه که شما به فکر جوانها باشید، جوانها رو تقویت کنید. یک کشتیگیری که لقب قهرمان دنیا میگیره این باید بالاخره مطابق این اسم و مطابق این افتخارات ورزشی دارای یک فنونی باشه که سابق میگفتن شگرد. شگرد فلانی چیه؟ فلانه فلان فن شگرد فلانیه. من با فن دیگری قهرمان های دنیا رو نزدم، من با فن خودم زدم. فنایی که تو دنیا به نام من هست، یکی فن یک دست و یک پاس که همه الان روسا دارن روش کار میکنن، یکی فن سر و ته یکیه. سر و ته یکی یه فن است که بنداز دیگه، فن بنداز، فن بنداز، یعنی کسی دیگه تکون نمیتونه بخوره، یا باید خفه بشه یا باید دست بزنه بابا ولم کن. پس یک دست یک پا هست و سرت یکی. فن دیگری که الان شما همینجا میبینید این فن بالوازه که داره اسیر داره دنده‌هاش میشکنه، این اسمش فدراسیون گذاشت فن حبیبی.
پس ما سه تا فن در دنیا اختراع کردیم، یک دست یک پا، سر تا یکی و فن حبیبی. من چرا تا کنون تو ورزش کشتی این فنون خودم رو انتقال ندادم به این بچه ها؟ نخواستن از من. چراش دیگه ما نمیدونیم، باید بپرسن. نمیدونم، من نه کمونیستم، نه خدای نکردم بی وطن. این وطن دوست دارم. من ترکیه من خواستن، از شبت که ژاپن من خواستن، همین روسیه من خواستن، آمریکا برای چیز تربیت بچه هاشون فرام. یک وجب خاک مملکت به دنیا نمیدم. من اینجا زاده شدم، اینجا رو دوست دارم، همینجا هم باید کار کنم، همینجا هم باید بمیرم. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلو کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلو کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. بشنو سوز سخنم. سالی که من ورزش گذاشتم کنار سال 1942 بود. چند ساله یه نامه دو خطه از فدراسیون کشتی ندارم که من آتو بیا این فنون تو به این جوان ها منتقل کن. بابا نه پول میخواهیم، نه ماشین میخواهیم، نه راننده میخواهیم، هیچی. اینها نمیدونم چرا، خودم هم نمیدونم. من حبیبی را نمیدانم که فنی چند دارد، آنقدر دانم که این کوه قوت الوند دارد. در المپیک جهانی سکه مردانگی زد، با حریفان ضعیفش مهر بیمانند دارد. تیر روز اون پهلوانی که شب فینال کشتی لنگ و سر و تیکی دست و پا را بند دارد. از جوان مردیش این بس که تمام خلق گویان خوش به حال مادری که این چنین فرزند دارد. کس نشد بیرنگ شاگردی به کار خیش استاد، نازم استادی که شاگردان دانشمند دارد. این ستاره کوکب رخشند کشتی داوری گفت، رشته مهر و محبش با علی پیوند دارد. تیم ایران گشت اول در جهان، ای پهلوانان ملت از این قهرمانی خاطری خرسند دارد. شد اوغان ترک مغلوب وکیل مجلس ما، بیش از اینها در سیاست مغز نیرومند دارد. تیز چنگ و آهنین پنجه حبیبی را کفایی، مثل زندی میتوان گفت حسن بازوبند دارد. شاعر خانم کفایی. چون صاحب پنج فرزند شدم، هیچ کدومشون در زمان تولدشون من اینجا نبودم، همش تو اردو بودیم و تو مسابقه و اینا. همسرم خب تنها بود دیگه. به حضور سرورم عرض بکنم که از طرفی من یه آدم مذهبی هستم، نه البته مذهبی افراطی هم نیستم. من به عشق پنجتن آل عبا خواستم از خدا پنج مدال طلا به من بده و پنج فرزندم به من بده. و اتفاقا هم پنج مدال طلا را گرفتم، هم پنج فرزندم. برای پنج تا اولاد دارم، دو تاشون دخترن، سه تاشون پسرن، هفت تا نوه دارم، هفت تا نوه دو تا پسرن، بقیهشون دخترن. برز دودو سرکار که یه دونه نتیجه داریم، نتیجه ما هنوز ندیدیم، حالا این رو بریم ببینیمش، تو امریکا هستش. این هم که میبینید مسابقات المپیک 1957 آسیایی هست در ژاپن. اینایی هم که میبینید، اینا تمام اینها رو مردم هدیه کردن که سلطانی عالم را توفیل عشق میبینم. به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم،
بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم و الی آخر. این زمین کشاورزی رو یک شخصی به نام اسفندیار خان پهلوان ما هدیه کرد. ما بعد زحمت کشیدیم و نهالکاری کردیم که می‌بینید 10 هکتار هست که سلام 3-4 هکتار خریدم شده 14 هکتار. این نهالایی که می‌بینید همه از دست خودم کردم. این یکی رو مرحوم تختی اتاق زحمت کشید و این یادگار مرحوم تختیه. اینه که ملاحظه می‌کنید. بنابراین چیزی اینجا ما نداریم که از شاید که غریب باشه. همش بچه های من هستند. بچه های من اینا هستند.